لالجان ایراق هم است خو مهاجرت خود چی غریبی دیره آدم وقتی که از وطن خو خارج میشه از خانه خارج میشه از کنار فامیل خواست کنار مادر خو خواره خود جدا میشه در کل غریبی دیره آدم دیق میشه من سریال برادر شکاک سریال پرخاطره خیلی قشنگ بود زیادتر دوستات طرفدار از او بود این واقعیت جامعه بود که واقعیت جامعه را مو بروی تصویر کشندی بیشتر این خاطر خو از میتنیم بگم از سورار وقتی که ما چادر کردی بلده خاتم اردن قدر زور افتادی خانی از او باز کمادی خاتم لالم دنهی عشقت ها ششتد باز دو قسمت خیلی جالی بود این ورکنی گفتم توس پرشت از مو هم ده سلاشور در پشت عشق تا شش داد با شما آمادم پرسان گردن اینجا است کنید بازم مرغاق اینجا میگرم نه در حالی که اینجا مرغاق اصلا چی نبوده خب دستوازی سلام امید که جور و صحتمند باشین در هر جایی که هستین خوش خوشحال باشین در کنار عزیزان و فامیل خود زندگی خوب و آرام را سپری کنین از آن مقسم که میبینین در کنار ما تاز خوارای ما هستن که نو از وطن آمدن در کویته دیگه دوستای از ما امروز خواستیم باییم از نزدیک اینا رو ببینیم و تماندشنی از اینا باییم و دوستای از هر کسی که ماین از طرف وطن از وطن خود وقتی بیگانه میشه در ملک بیگانه که ماین کمی احساس غریبی کمی احساس دقیق روخ میده چون ما کلی مایه حس رو مثلا تجربه کردیم بازی مثلا برای ما فرض است که ما مثلا باییم در کنار از زان تا اینا خود رو مثلا تنها احساس نکنن نگه رسایز از امروز ما قسم ما اما داریم کنار از دو خواهر ما با از زانی که در پشت بگراون هستن البته ویدیو را که امون رقم چدا جدا گرفتیم به خاطر کمی نظر تر بایم دیگه خواستیم که بازی دو خواهر ما برنامه بگیریم دیگه در اول ما میخوایم خود را برزی هر دو خواهر خود معرفی کنم ما علی باقری هستم مسئول چینل علی میدیا دیگه ویدیو شما را دنبال نم دیگه شما را از وقتی که در سریال برادر شکاک که نقش بازیم کردین از امونجا شناختم و برنامه شما را دنبال کردم وقتی که در کویت آمدین خیلی خوش شدم که شما اینجا اضافه شدین یک سلام علیکم کنین با دوستا تشکر سلامت باشین علی لاله خوش آمدین در خانه از من قدم هاشم گلباران سلام بلده کل اگشم دوستای خوبیم در هر گوشه ای که هستین جور صحتمند باشین و خوشحالم که امروز از چینل علی میدیا همراهشم سلام علیکی دیرم و شما خوش آمدین در خانه از من تشکر به نام خدا از زای دل همراهانی همشگی ما سلام امیدواریم در هر گوشه و کنار هستین خوش و آرام و صحت و سلامت باشید دیگه خوش آمدید مگیم علی لاله خو در خانه از ما خوش آمدین صفا آوردین و شما نازنینایی که همیشه بیننده ویدیوهای ما هستین ما یوتیوبرا شما را هم خوش آمدید مگیم در خانه ما خوش آمدین صفا آوردین دیگه قدمایتان گلباران تشکر کرچم که شما را زیادتر دوستا کستا میشنسن نقشایی که بازی کردین و ویدیوهایی که جورون خیلی متو ویدیوهای خوب ویدیوهای اساس کمی مشکلات و اما فرهنگ جامعه را به تصویر کشده بودین بازم خود را اگر یک معرفی کنین با دوستان خب اول چی نشون نه؟ آرزو یعقوبی هستم از چینل منجی استیدیو و نگین هزاره آره عزیزا باش که خود معرفی کنم شاید یکان دانه شما رو نشناسیم بار اول باشد بخواین همراه از ما بفشنین فرزانه حسنی هستم من مسئول تقریبا نگاردم قدارسو در نگین هزاره فعلا بیشترین فعالیت داریم و زیادترین فعالیتی که داشتی در چینل منجی استیدیو بود و هنوز هم در منجی استیدیو فعالیت داریم در نگین هزاره که شما همیشه بیننده ویدیوهای از ما بودین دنیا سپاس از عزیزای دل از شما نازنینا که همیشه بیننده مووی یوتیوبرها هستین مور همیشه مورد حمایت قرار میدین سلامت باشین عزیزای دل خب خوش آمدین هر دوی شما غیر در کویته سلامت باشین دیگه چطور است هوای کویته دیگه
تازه که امادیم خوش مایا نمایا اینجا گرچند شاید زیاد دیر نشتش که اینجا هم دیم بازم کمو بیش که گشتین و مردمی شدین دیدین با آب و هوایش بودین چیزش چی رقم است به نظرتون؟ خب ما بگیم فرزانه جان ما یکی نزدیکتر فرق نداره. خب لاله جان این رقم است خو مهاجرت خود چی غریبی دیره آدم وقتی که از وطن خو خارج میشه از خانه خارج میشه از کنار فامیل خواست کنار مادر خواره خود جدا میشه در کل غریبی دیره آدم دیق میشه ولی باز هم به هر صورت آدم در هر گوشه که باشه باید دمو رسم و رواج و به مو زندگی خدامه بده و به مو رسم و رواج چی بسازه به مو خاطر مو فرزانه جانم که از جاغوری که امدیم تقریبا دو هفته میشه که امدیم در پاکستان هسته ولی مردم پاکستان واقعا یک مردمی با فرهنگ مردمی مهمان نواز دوست داشتنی هسته به خاطر دیقی دیره ولی مگذره خوب هسته جای خوبیه نه انشالله که عادت منین در جایی که بری وقت میگره نه تو با محیطش با مردمش و فرهنگش آدم چکنه گشتم تمامی جایی را موزیات نگشته بلدیت نداره بلد نیسته طرف طرف هم تکی کم کم گشته خوب جایه مردمش واقعا مهمان نوازه دوست داشتنی و یک چیزی که کویچه فکر کنم مردمش زیادتر بینینده از ما بوده واقعا در کوچه یا به گفته کوچه یا در گلی که میگردی در سرک طرف طرف زیادتر دوستا که مور میشناسه طرف از ما سعی مونه باز قد یک دیگه خمگه یا روزه فرزانه باز زیادتر سلام میده زیادتر شم نمیده مقصد زیادتر مردم میشناسه واقعا دوست داشتنیه حتی زیادتر کسا که از دور موش مونه میا نزدیک قد از ما سلام علیکی نجور پسانی نمیده شکر که بخیر هم دیم واقعا دوست داشتنیه خب از اینکه خود من یک یوتیوبر میخوایم بیشتر سوالا را درباره یوتیوب و درباره دنیای مجازی شما سوال کنم دیگه شما چند مدت میشه که در سوشل میدیا فعالیت ما بگیم یا فرق نداره دیگر کدام شما که ما کلام یا بال ششتم خب در کل تقریبا 3 سال میشه که ما در سوشل میدیا فعالیت مونی البته از مکتب در پیشتر فرزانه جان هم درک در سوشل میدیا تقریبا بگوین میگان 3 ماه شده که از من پیشتر این فعالیت میکرد بعد از او که مو وزی قنجه های دیگه شناخته شدی هم رای دیگه خود بازاردیم یک جای همکار شدی رفیق شدی تقریبا بگیم بخی یک دل شده و امور رقم که کل اگه مورش مونم اگه شمور تو دگنیه چون موزی واقعا دوستای خوبی هسته با این که همکار هسته رفیقای خیلی صمیمی هسته مدت 3 سال میشه رقم که در سوشل میدیا یاد میاد جای کنی اینجا یک سوال به یاد میامد نه؟ شما اردوی که چی رقم مثلا بین خود آشنا آشنا چی رقم مثلا دوست شدیم خب ما و فرزانه جان چه رقم دوست شدیم تقریبا در سال 1394 بوده که ما همراه خوار فرزانه جان در کورس سواد آموزی همکار بودیم سال 94 اونجا سواد آموزی درس میدادیم ما همکار از ما بود داردیم و شاگرد داشتیم مدت یک سال اونجا فعالیت داشتیم باز ما که باید که قندره زیاگل حسنی خوار فرزانه جان رفیق بودم خانه از ما که رفتم باز از طریق زیاگل همراه فرزانه هم رفیق شدیم یعنی فامیلی ارتباط گرفتیم تقریبا بودیم از سال 94 تا حالی مو فامیلی ارتباط داری خانه یک دیگه خمه ایموری واقعا انت یک دوستای خوب هستی فامیلی ارتباط داری دوست داری یک دیگه همیشه شواها خانه یک دیگه بوده خیلی عالیه نه آدم مثل یک رفیق یک دوست مثلا دیشتش که مثل یک خوار بوده باشه آه مثل یک خوار چون ما ویدیوی شما را دم سریال برادر شکاک سعی میکنم ما فیلم شما خوارایم این رقم صمیمی بوده این رقم چی بودین دیگه این رقم دوستا واقعا افتخار به نماده نه داشتش هم مثل خوار باشم دوست باشم همراز باشد در خوشی و غم کنار من باش خیلی دیگه دیگه خوالی است فرزاد جان بسیار دختر ناز واقعا ما که شاید خیلی دیر شده قندرش رفیقم به خوی و اخلاقشی چی هم آشنایی دارم واقعا دوست داشتنی همیشه دوست دارم قندرش باشم با اینکه برنامه که جور میکردیم روزانه یک جای بودیم ولی دوست داشتم بیشتر قندرش باشم و یه هم آدم یک جای هر دوی شما کستا بایست افتخار هستم بایست افتخاری خواب مرگل هستم به این خاطر که امی ویدیو هایشون را که دیدم و این رقم کار میکردیم سریال برادر شکاک اگر نام از چی کنیم
شاید زیاد مطلب رو ندارم، من بین دو چیز مطلب است. شما همون روزی که شروع کردیم، من از همون قسمت اول از سعی کردم تا یک سال بود چند کوش خلاص شد فصل دو شروع شد، شما دونم که تسوانه که خلاص نشد. از داخلش اگر فکر کنی بین از مثلا درد جامعه هست، مشکلاتی که در جامعه هست شما رو به تصویر کشتیم. از خیلی اردوی شما خیلی ماشاءالله بانوی فعال، خیلی گره آدم های فعال هستیم در جامعه. سلامت باشین، تشکر. خب ما اگر گفتنی های خوب بگیم، برادر شکاک ویدیویی بود یا درامه بود که یعنی بیشتر آشنا که دوستاق از ما آشنا شد، امزو ویدیو نظمه بود. برادر شکاک یک سریال بگم نگه پرطرفدارترین سریال بود که یعنی ما همون سریال که جرم کردی خیلی خودگان لذت مبرد از جور کدان هم زیانی بلدی از ما خسته کن نبود. باز بیشترین تلاش که دایی بخش کرد آقای ظفر همتی بود که برنامه را جرم کرد، سجار تحیه میکرد به همکاری هم در دفتر قد کل دوستا هماهنگ میکرد، قد آقای سلاشور، سلمان، دیگر باقی دوستا همراه از مرز جان که دفتر کلیم هماهنگ میکرد. سو وقت چه کمرک مرافت یعنی سنگ ماشه تا کمرک و از حق نگذاریم نظمه که در ارزو جان در بخش درامه یعنی خیلی لایقه، یعنی میتونه خیلی خوب کار کنه، اما درست شاید و قنات نم، ولی ارزو خیلی لایقه در بخش. تشکر عزیز، او فرق منه دیمو همکار بودی، دوش و دوش هم پیش مرافتی. واقعا سریال برادر شکاک یک سریال پرخاطره خیلی قشنگ بود، زیادتر دوستا طرفدار از او بود. این واقع جامعه بود که واقعیت جامعه را ما برای تصویر کشاندی، به همکاری هم سوژه تولید میکدی و یکی خیلی زحمات زیاد را در این بخش کشیدیم، دوش آدوش هم بودیم. ظفر همتی مسئول منجی استودیو فرزانه رفیق دمیم بود، ما بودم و دیگه همکارا بود که ما صبح وقت 5 بجه در روزای زمستان 5 بجه خیلی وقته، 5 بجه موبایل مشدی هماهنگ میکدی، نان و تمام چیز خرم میگرفتیم، سوژه خرم پیش از او یک روز برنامه ریزی میکردیم، باز ما رفتیم صبح تا شام را برنامه ثبت میکردیم، با شام که میشد پس میمودم تقریبا بگیم از سنگ مشد تا کمرک را 300 را است. واقعا سریال قشنگی بود، خاطرات های خیلی جالب داریم از او سریال. خب موشه یک خاطری خونت جالب یک روزی که خیلی برای شما جالب متفاوت بودشه، همون را برای از ما و برای نگاهی که شما را میبینه اگر یاد شما است بودیم باش فرزانه جان مگر خاطره را خو خاطره خو زیاد است. هر لحظه ای که تو سریال جرمونی، هر لحظه ای که تو ویدیو ثبت مونی خود چه خاطره یا، ولی خاطره زیاد است. خب بیشترین خاطره خو از میتونیم بگم از سورار وقتی که ما چادر کردی بلده خاتم اردن قدر زور افتادی خانه از ما باز کمادی خاتم لالم دنه اشقه تا شش ند باز دو قسمت خیلی جالب بود این بر که نگفتم توس پشت از موام ده دیگه یه خاطره خیلی جالب بود وقتی که دیکور کردی خانه را بلده آرسیش دیگه شاو خینش نشتری اشتاده او را که شاوته بود خوب عزیزا خاطره جالبه که خیلی جالب بود یه بود که ما مثلا روز چرا استیج را دیکور که دادی بلدیزی که شاو شوخینه بود نوشتنی گرفتد نوشتنی هیت بود یا اکس بول بود در سرمش چار دانه اشتادی تا مو رفتی در بال پس در خانه از خودگان خود که شاو بایی در اونجی رفتی در اونجی پس پس اما دیده اینجی که برنامه هم شیروش در اونجی یک زمان سلحشور یا خاتم لالیم در سر تخت چیشته از اخته از ما پرسانم گارزو فرزانه نوشتنی ها کجا در حال که ما از نوشتنی هیچ خبر نداشتی و نمخوام زوستو خورده را که خورده خیلی جالب بود که در سری تخت وقتی که ویدیوم در او ست موشه خیلی وقتی اساسه او پرسانم گا نوشتنی ها کجا خانم این خاطره اول را که خوار از ما که چی کرده نم او را ما سل کنم خیلی جالب بود نم سلاشور در پشت عشقه توشش ده با شما آمادم پرسان کردن اینجا است کار نی بازو میکرد مرغاق اینجا میگرم نه در حالی که اینجا مرغاق اصلا چی نبوده وقتا سریال قشنگ بود دوست داشتنی بوده خب همین رقم که مثلا شیرینی های از خود خود داشته چون مثلا جامعه از موی کمی جامعه سنتی نه باز صد و صد مشکلات های خم دیشته مثلا شما اگر مثلا حمایت کرده امور رقم
شما رو مثلا نامیدم کده، مثلا شما رو گبخم گفته، گبخم رسانده. بس میخوایم کم بیشتر باره از این بگیم که شما وقتی که سریال کار کردین چی مشکلات های زیاد مثلا دمرایش بوده، در این بخش چقدر مشکلات ها را شما کشیدین؟ از اولش خب به نظر من خب بخش اینترنت بوده که شما در اینترنت شاید دسترسی نداشتشین یا نداشتین. خب در کل در خود افغانستان اینترنت خیلی ضعیف است که خود کن شما مشنوین، و تقریبا بگیم یکان چند مشتد که اینترنت اتصالات نسبتا خوب بوده که ما خودیم واقعا از دست اینترنت زجر میکشیدم. حتی وقتایی بوده که شاید ویدیوهای از منیم اپلود موندک، و حتی یک ویدیو رو که تو واز مکدی امو اینترنت هم قدر کافی نبود که ویدیو رو تو سعی واز کنی. خانه ازمو در کل همتنده ضعیف بوده، ولی فعلا خوب شده. در کل در خودی سریال مشکلات های خسته، در هر بخش کادم کار کنه مشکلات هست، انشالله اون مشکلات هم حل شده و دیگه نمایه سر رای از مو و نیه دیگه. زیادتر مشکل دهی بود که مو روز اول که در سوشال میدیا آمادی زیادتر مشکلات ها داشتیم، خاطر از اینکه مقدر که مو از طرف دوستا از طرف مردم تشویق مشودیم و مقدر تحقیر و توهین مشودیم. واقعا مشکلات های خیلی سختی داشتیم روزای اول. خب بازم مو امو هدفی که داشتیم امو هدف را اعلان کردیم، کوشش کردیم و امروز که در این مقام رسیدیم واقعا به این موفقیت رسیدیم، واقعا افتخار منم و این حمایتی همزی عزیزا بود که مرا در این روز رسانم. فعلا آقای اردویشون در این مقام و در این جایگاهی که رسیدیم از وقتی از امون روزی که شروع کردیم در یوتیوب، شما را بیشتر کی حمایت کرد و شما را کی بیشتر تشویق کرد؟ خب فرزانه جان یه چی باش فرزانه بگه که گفار تمام شد دخلی پشت سر هم ما بگیم باز فرزانه جان بگه. خب ما بیشترین حمایت اک شدم از طرف خانوادیم بود، دوستایم بود. مرا واقعا اما مثلا استعدادم فاملیم که دیدد تشویق مکد، پدرم، مادرم، خوارایم و سخ نگذاریم دوستایم، دوستای ما زیاد تشویق میکرد. استاد خوب ما استاد رضا مسکینیار که واقعا یک استاد خیلی لایق، یک مشاور خیلی لایق بود که در هر رسه ما کمک کرد. یعنی ما در اونجا که بودی در مجموعه همسویه هم که فعالیت داشتی، او از زمان بیشتر یعنی تشویق میکرد که ما فعالیت های خدامه بدی و پیشرفت کنی. یعنی هم دوستایم بود هم خانوادیم بود که ما را حمایت میکرد. ما میتونم بگم که خانواده یعنی اما فامیل درجه اولیم دیگه، از اکثریت فامیلان بوده که یعنی خیلی برای ما مشکل تراشی کرد، خیلی گپا گفت، ولی هم هدفی که داشتم پیش بردم، خود اثبات کردم که من میتونم. ما یعنی یک دختری هستم که ما اگر بخوایم چیز را اما هدف که دارم میرسنم. باز کم کم یعنی امو دیدگاهی که مردم داشت دیگه با او مثلا دیدگاهی خوبی که نداشتک، ما کوشش کردم فعالیت کردم، دیدگاه کل دوستا خوب شد. اینه کل فامیلیم، فامیلای دوریم اما دوستایم هم کبال مخالفم بود بدن مرا تشویق کرد، همراهیم کرد، کمک کرد که ما بتونم فعالیت خیدم هبدیم. از ما مرقمه ما را زیادتر که حمایت کردک، مادر جانم، خوارایم، برارایم زیادتر حمایت رینا کردک و زیادتر دوستایم هم مرا همکاری کرده، همراهی کرده. واقعا از چی تشکری منم. واقعا خیلی عالی است. نه وقتی که مثلا در این جای هم کسی مثلا طرف های شهر و مثلا بیرون از افغانستان در جایی که آدم باشه دی رقم جامعش کمی تو قیدگیره، نه برای دختر یک کمی تو یعنی قانونای سخت میلم دیگه. شما مثلا نباید در سوشل میدیا فعالیت کنین، نباید اکی شما مثلا کسوش که نمو چی هستن. ما شما حالا که در جغری بیشتری گپا هستن، نه چون مفهمیم خیلی قیدگیری زیاده، مخصوصا بین پسر و دختر خیلی زیاد فرق چی میشن. وزده ای رقم که فامیل شما هم در شما را تشویق کده و فعلا در این مقام است، باید بکن همچون فامیل باید آدم افتخار کنه. کاش همیشه همیشه و هر کس هر فامیل کاش همی قسم باشد، کاش مثلا فرق بین دختر و پسر خود نیلن، کاش هیچ وقت دختر خود را یک آدم ضعیف فکر نکنه، یک آدم قوی فکر کنه، با او مثلا تشویق کنه، حمایت کنه مثل شما هر دو بودیم.
ان شاء الله به امید روزی که تمام فامیلا اولادایخ را حمایت کنه، تشویق کنه، مو استعدادی که دره امو خواست که دره اولادش ده مو خواست برسه و مو استعداد خود پیش ببره ان شاء الله. دوستان عزیز، به خاطر که برنامه طولانی نشنه، یک سوال دیگر در قسمت سریال برادر شکاک از اردو خوار مونم و اینا را هم دیگه زیاد زحمت نمیدیم. آقای اردویشون دیگر برای ما و بینندگاه بگین که سریال برادر شکاک فصل دومش تمام مانده، آیا باز را ادامه میدین؟ دوستایی که منتظر است، مثلا سریال دوست داشتن منتظر باشد، باز ادامه میدین، باز کار میدین یا تمام است همونجا؟ خب فرزانه جان جواب بدین. خب دیگه فکر نکنم، بخاطر که کلی ما اگر کار مکدی دمو منجی استیدیو چه میگن نورمندیزم قد منجی استیدیو بود، یعنی امو همکاری امو فعالیت که داشتی برادر شکاک در منجی استیدیو بود، یعنی مخصوص منجی استیدیو بود. ولی اگر مو وارزو جان بخوای و سریال رو دوباره به نگین هزار شروع کنی، بلی مردم از مو بیمعنا شاید خواهید باشد، با خاطر از اینکه او اگر نیم دوباره فعالیت و چیشونه او فقط از منجی استیدیو میشه، چون او سریال مربوط منجی استیدیو میشه، مربوط مثلا ماک بگم مدن نگین نشونم نمیشه، اما هوادارا اما دوستارش او سریال فقط از منجی استیدیو میخواین، چون بار گرفته از او از منجی استیدیو و او هم سوژه منجی استیدیو که او مربوط منجی استیدیو میشه. من نمیتونم مثلا ببخش عزیز مثلا یک سریالی که در یک چینل دیگه شروع شده ختم از ما در چینل صدق میتونم نمیتونم نه، پس بنابرازی هم اگر او دوباره فعالیت شروع شده او شاید در منجی استیدیو باشد، مو نمیتونی در چینل نگین هزاره دوباره او را شروع کنی. دقیقا منظور از نهی بود که یعنی سریال برادر شکاک مخصوص بلده منجی استیدیو هست و در منجی استیدیو شروع شده و در منجی استیدیو ختم پیدا انشالله. حالی است خب دیگه شما رو زیاد زحمت نمیدیم و برنامه هم که سنگ طولانی نشنم، بازم در آخر میگیم به شما اردو افتخار مونم، واقعا افتخار قوم است، دوستایی که فعال است مثلا خود را موی صداد هایی که در وجودش هست مایم امو را بروز میده، خیلی حالی است. دیگه بازم شما رو در کویته خوش آمد میگیم، امیدوارم که همیشه موفق باشین، دیگه خوش باشین، دیگه خوش آمدین به خانه از مور، دیگه در آخر اگر کدام پیامی کدام گفتنی برای چینل علی میدی اگر داشته شین؟ خب گفتنی خاص نداره، فقط جان جوری عزیزان میخوایی و یک تشکر خاص منم از عزیزی که همیشه حمایت مونه یوتیوبرها را، نه تنها مرا نه تنها علی میدیا، کل یوتیوبرها را که حمایت مونه تشکر. انشالله باز هم حمایت و همکاری عزیزار خواهانم در کل چینل ها، کل عزیزار حمایت کن، موفقیت و جانجوری کلی دوستای خرم میخوایم. سلامت باشین، شما موفق باشین عزیزشون. خب دوستای عزیزی بود برنامه از ما با اردو خوار از مو آرزو و فرزانه، دیگه امیدوارم که خوشتان آماده باشه و برنامه تا آخر دنبال کرده باشین، همچنان لایک و سابسکرایب چینل ما را فراموش نکنین، انشاءالله در برنامه های بعدی خود بازم با یزدان هستیم. دیگه تا برنامه های بعدی که باز در کنار شما زان در خدمت شما زان قرار میگیریم، شما را به لای یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.